به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خرسندم که مجال برگزاری جلسه دوم از سلسله جلسات فلسفه هایدگر فراهم شده است. نوبت نخست که هفته پیش برگزار شد، من نکاتی رو بر سبیل مقدمه ذکر کردم، هم شمه از آشنایی خود با هایدگر رو توضیح دادم، همچنین در باب دو کتاب دورانساز در دهه سوم قرن بیستم که رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین و هستی و زمان هایدگر باشه توضیحاتی دادم، و دو منبع اصلی و مشخصا منبع محوری ما که کتاب Being in the World at Dreyfus باشد رو هم توضیح دادم. نکاتی در باب ربط و نسبت میان اگزیستانسیالیزم و فلسفه سارتر و فلسفه هایدگر هم ذکر کردم و وعده کردم که بحث رو این نوبت از روایت کارنپ، فوپر و دیگر اعضای حلقه وین نسبت به هایدگر بیاغازم، تا بریم به سروقت نقد سوبژکتیویزم یا سوبژکتیویزم دکارتی به روایت هایدگر که مهمترین بخشی ها در واقع سنگ بنای کتاب مهم هستی و زمان به روایت هایدگر است. عرض می شود که طی هفته گذشته تا امروز من فیدبک های زیادی دریافت کردم، دوستان دیده و نادیده متعددی که از سر لطف فایل جلسه اول رو شنیده بودند، ملاحظاتشون رو، انتقاداتشون رو و پاره سوالاتشون رو با من در میان نهادند. اگر اجازه بدید من به پاری از اونها در ابتدا اشاره بکنم و مبحث نوبتی پیشین رو تکمیل کنم تا بریم به سر وقت بحث کارنف و فوپر و نسبتشون با هایدگر. من نوبت پیشین اشاره کردم که نمیدانم درایفوس از دنیا رفته است یا نه. خب چند نفر، 7-8-10 نفر برای من نوشتن که فلانی ایشون از دنیا رفته است. البته من هم چون نمیدانستم گفتم، و خب ایشان استاد مسلم هایدگر پژوهی بود، در ایالت کالیفرنیای آمریکا کار میکرد و چنان که گفتم تدریس میکردن، آثار متعددی منتشر کرده که یکی از مهمترین های اون همین کتاب Being in the World و اون داکیومنتری که من معرفی کردم راجع به هایدگر هم خب در آن اگر دیده باشن دوستان در فاصله هفته پیش تا امروز، عرض می شود که ذکری از درایفوس رفته و خود او هم در داکیومنتری و فیلم مستند دیده می شود. راجع به آثاری که درباره هایدگر خصوصا در نهه 90 شمسی در داخل کشور منتشر شده، که من تمام این دهه رو قائب بودم و داخل کشور حضور نداشتم، پاره از دوستان فلسفه پژوه و فاضل ما، خصوصا یکی از دوستان عزیز من که اکنون در دانشگاه علامه طباطبایی رساله فوق لیسانسش درباره هایدگر و نیچه است، برخی از منابع نیکو که در این سالیال منتشر شده است رو برای من نوشتن که من ذکری می کنم که دوستانی که این درس گفتارها رو گوش میکنن و علاقمندن میتوانن این منابع رو مکمل آنچه که هفته پیش ذکر کردم بینگارن. اولا من از دو هایدگر پژوه مهم و مؤثر در ایران معاصر، ببخشید، از سه نفر یاد کردم. اگر خاطرتون باشه سیاوش جمادی، بابک احمدی و عبدالکریم رشیدیان. خاطرم رفت که اشاره بکنم به آقای محمد نوالی که ایشان هم ترجمه دیگری از کتاب هستی و زمان منتشر کردند و در زبان فارسی اون رو بر میان هموطنان ما در منظر و مرعای اونها قرار دادند. من نخوانده‌ام، نه کار ایشون رو خوانده‌ام،
و نه کار دکتر رشیدیان رو، فقط کار آقای احمدی رو خوانده ام به دقت و همچنین کار جناب سیاوش جمادی و از آن استفاده کرده ام. اما به هر حال برای اینکه حق امر گذاشته شود گفتم که نامی از ایشان ببریم. در این حال اون کتاب Being in the World هم من متوجه شدم که ترجمه شده و در آستانه حروف چینی و صفحه آرایی است و احتمالاً تا چند ماهی دیگه در داخل کشور منتشر میشه. در میان آثاری که در این سالیان منتشر شده اند و آثار نیکویی اند چنان که من تتبع کرده ام و مطلع شده ام، یکی کتاب روزنه‌ای به اندیشه مارتین هایدگر که این اثر ترجمه است، مال مایکل اینوود با ترجمه احمد علی حیدریه، و کتاب احمد رجبی تناهی استعلایی دکتر احمد رجبی که این به نثر و تألیف است و نشر هرمس اون رو منتشر کرده است، و همچنین کتاب هایدگر واپسین نوشته جولیان یانگ ترجمه بهنام خداپناه که انتشارات حکمت اون رو منتشر ساخته است. خب خرسندم من از اینکه هایدگر پژوهی جان و قوتی گرفته است در این یک دو دهه، برخلاف دهه های 60 و 70 که نوبتی پیشین ذکرش رفت که بیشتر از جنس قیل و قال بود و معطوف به نزاع‌های روشنفکران سیاسی و چندان در آن قصه هایدگر پژوهی عمق و غنایی نداشت، به توضیحی که نوبتی پیشین ذکر کردم. یک نکته دیگر رو هم اضافه کنم ناظر به مباحث نوبت پیشین و بعد تتمه بحث رو پی بگیریم. من ناظر به هایدگر متقدم و متأخر پاره نکات رو ذکر کردم و اشاره کردم به قرابت‌های میان هایدگر متقدم و ویتکنشتاین متأخر. در مقام تکمیل این مسئله مایلم این رو اضافه کنم که همچنان که ما ویتکنشتاین میانی داریم که از آن به دوران گذار او میشه تعبیر کرد، به توضیحی که به اختصار ذکر خواهم کرد، در لیترچر و ادبیات هایدگر پژوهی ما هایدگر میانی یا هایدگری که متعلق به دوران گذار هست رو هم داریم. ملاحظه بکنید من از ویتکنشتاین شروع بکنم. او وقتی که اشاره کردم نوبتی پیشین که بدون تردید این دو فیلسوف بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم و تکرار نمی کنم مضامین هفته گذشته رو، این دو فیلسوف، حالا از ویتکنشتاین آغاز بکنم، وقتی که در کمبریج رساله منطقی فلسفی رو وقتی که نوشت و آمد به کمبریج و راسل و مور ممتحن او بودند و در کسوت استادیار دانشکده و دپارتمان فلسفه دانشگاه کمبریج مشغول به کار شد، خب از 1929 تا 1933-34 دوران گذار بود، یعنی دورانی که در مقام فاصله گرفتن از اندیشه متقدم خود بود. در این ایام آثار چندی هم منتشر کرد، اما بعدها اینا همه تحقیقاتی است که بعدها صورت گرفته که ما از 1933-34 تا آخر عمر او 1951 رو می توانیم دوران متأخر او بدانیم، 34 تا 51، و این دوران دوران گذاره که از اون تصویر و تلقی استعلایی و آنچه که از او به Picture Theory of Meaning تعبیر میکرد داشت فاصله میگرفت ویتکنشتاین. خب در باب هایدگر ما انشالله امیدوارم برسیم در ادامه پس از اینکه بینگ اند تایم رو به تفصیل به بحث گذاشتیم که به دوران متأخر او هم بپردازیم. تأملات او در باب پدیدارشناسی و نکاتی که به نظر می آید معطوف به جدی‌تر گرفتن مقوله هنر است و آنچه که از آن به ترانسندنس تعبیر کردم که در کارهای دوران متأخر هایدگر بروز و ظهور میکنه، جوانه‌هاش در این دوران میانی سر برآورده است و ظاهرا تا آنجا که من دیدم و در همین فاصله
جلسه دوم و جلسه اول پاره از منابع رو من نگاه کردم، هرچی که پیشتر آمده ایم در ادبیات هایدگر پژوهی، دوران هایدگر متأخر مهمتر و برجسته تر شده است. اگر روزگاری پاره از هایدگر پژوهان صرفاً بر کتاب وینگن تایم تأکید می کردن، ما هرچه که پیشتر آمده ایم اهمیت توسل جستن او به شعر، به امر متعالی و معنا بخشیدن به زندگی خود ذیل آن و اینکه چگونه اگزیستانس انسان در هستی بروز و ظهور پیدا میکنه و میتونه به سر وقت وجودی برود که از خفا به در میآید، که اینا رو بعدا ان شاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. در دوران میانی هم او از این امر برخوردار بوده است، یعنی توانسته است این دوران گذار به او کمک کنه که از این درد گذرد و به آراء متأخر خود برسد. این رو هم گفتم اضافه بکنم، ناظر به توضیحی که در باب دو دوران فلسفی هایدگر نوبتی پیشین ذکر کردم. یک نکته دیگری در باب نسبت میان فردید و هایدگر و ابن عربی که من طرح کردم و سوالات و کامنت های زیادی طی این 6-7 روز دریافت کردم، صرفا به مثابه تکمله مباحث نوبتی پیشین بایدم ذکر بکنم، اینجا یادداشت کردم. و باز اگر نکته‌ای بود در بخش پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان هستیم. ملاحظه بکنید این درس گفتار ما خب متمرکز و متمحض بر روی آثار مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی است. من جهت این که مسئله روشن‌تر بشود و تختبند زمان و مکان در میان ما بگردد، توضیح دادم عقبه آن در ایران معاصر رو به ایجاز و اختصار ذیل نزاهای روشن فکری سیاسی که دو دهه 60 و 70 عرض می شود در کشور ما جاری شد. اینجا مجال پرداختن به روایت فردی از هایدگر به تفصیل نیست، من هم بنا نداشتم و ندارم، اما چون چند نفر پرسیده اند باز هم نکته نوبتی پیشین رو شاید با صراحت بیشتری اکنون عرض می کنم. جهت اینکه تصورم این است کاری که فردید خصوصا کرد با هایدگر در مقام شناساندن او مع الاسف راهی به جایی نبود و در هایدگر پژوهی به ما مددی نرساند، اگر میسلیدینگ نبود، اگر گمراه کننده نبود، که تا جایی که من میفهمم بود. توجه داشته باشید بحث من سبقه اینجا در این سیاق عرض می شود که پولیتیکال و اینتلیکچوال نیست، یعنی بحث سیاسی روشن فکری نمی کنم، مشخصا و با عنایت بحث فلسفی می کنم. روایتی که فردید از هایدگر به دست می داد تا جایی که من خوانده ام، ایشان که خب به فیلسوف شفاهی مشهور است و جز مقالات چندی که در دوران جوانی نوشته اند آثاری از اون منتشر نشده، جز آنچه که شاگردان ایشان جمع آوری کرده اند و مشخصا کتاب دیدار فرهی و الان خاطرم رفت عنوانش رو، بله، فتوحات آخر الزمان اگر اشتباه نکنم، سالها پیش من این رو خواندم که تقریرات درسای ایشون بود توسط یکی از شاگردان دکتر فردید که دکتر مددپور باشد. اون رو اگر شما بخوانید که تقریرات درس‌های دانشکده فلسفه دانشگاه تهران است، خب حالا نمیخوام بگم تعابیر پاشانی و پریشانی، اما انصافاً خیلی چیزی دست آدم نمیده، من به دقت اونها رو خواندم، اما این میزان که او در مقام برقراری آشتی و سنتزی میان ابن عربی و هایدگر است تا جایی که من هایدگر رو خواندم و میفهمم راهی به جایی نمیبرد. اشاره کردم به اهمیت فردید به سبب تأثیری که در فضای اندیشگی و روشنفکری دوران معاصر ما گذاشته است، پاره منابع رو هم معرفی کردم، متذکر آنها دوباره نمی‌شوم، اما این رو عرض می‌کنم چنان که در ادامه خواهیم دید، اگر نقدهای هایدگر به تاریخ متافیزیک رو جدی بگیریم در مقام فهم او، فارغ از این که با او موافق باشیم یا نه، اگر فاندامنتال آنتولوژی یا هستی شناسی بنیادین او رو جدی بگیریم، اگر
فراموش شدن وجود رو یا فراموشی وجود رو که از مضامینی است که او به تفصیل به بحث گذاشته است جدی بگیریم، به روایت وینگنتاین و همه متافیزیسین ها رو از افلاطون شما بگیرید تا اواخر قرن 19 هم با یک چوب برانی از منظره های دیگر، ابن عربی هم یک متافیزیسین تفاوتی نمی کنه. درسته که عارف بوده اما عارف نظری بوده و در باب سلسله مراتب وجود سخن گفته است و از پاری انقسامات نظری در آثار خود یاد کرده است. پیش وقتی که دانشجوی فلسفه بودم در دانشگاه واردیک انگلستان با دوست اهل فضلی که بسیار در حوزه عرفان اسلامی کار کرده است مباحثه می کردیم عرفان ابن عربی رو و خصوصا روایت شیعی آن رو در که در یکی از آثار آیت الله خمینی تحت عنوان مصباح الهدایت الى الولایت والخلافه آمده است. ما تمام اون کتاب رو با یکدیگر خواندیم و مباحثه کردیم و من از ایشان آموختم و عرض می شود که بهره بردم. باری اونجا خب کاملا تقریر شیعی عرفان ابن عربی است. خب عرفان ابن عربی که به او شیخ اکبر میگویند مؤسس عرفان نظری است و شاگردان و شارحان فراوانی داشته است در میان اهل سنت و بعد از سید حیدر آمولی شما بگیرید تا دیگران در میان شیعیان که به عرفان ابن عربی پرداختند. آیت الله خمینی خیلی معتقد بود به ابن عربی و این کتاب رو هم که در جوانی نوشته قویاً متأثر از عرفان ابن عربی است. باری مرادم اینه شما اون کتاب رو که میخوانید که کاملاً بر سیاق عرفان ابن عربی نگاشته شده پر از مفاهیم متافیزیکیه. فیض اقدس، فیض مقدس، مقام لا اسم ولا رسم، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی، مقام اسماء و صفات و این مضامین و مفاهیم. کاری ندارم به میزان موجه بودن اونها، به هر حال یه نظام فکریه هرچند عرفانیه اما عرفان فلسفی و عرفان نظریه. هر چه که هست با آنچه که هایدگر از آن به موجود اندیشی تعبیر میکرد، امری که حجاب ما شده است برای رفتن به سر وقت وجود، این گره خورده بود و به این معنا ابن عربی قرابتی با هستی شناسی بنیادین هایدگر نداره. به نزد هایدگر او هم یه متافیزیسیانه که باید سپر بیندازه، این مفاهیم رو فرو بشوی و بر این اساس من به نظرم فردی جهد بی توفیقی کرده است به لحاظ نظری. بازم تأکید میکنم که در کار سنتز ابن عربی و هایدگر گام برداشته است. اتفاقا اگر بنا بود که به سنت پس پشت ما اشاره ای بکنه و از بارقه ها و اخگرهای آن استفاده کند، چه فردی چه در حال حاضر کس دیگری، برای اینکه ببینه چه امکاناتی سنت ما داره جهت مواجه شدن با وجود یا بینگ با کپیتال لتر، یا چنان که به نزد هایدگر و پدیدارشناسان بحث شده است، شاید سنت عرفان خراسانی ما خیلی ماده مستعدتری داشته باشه تا عرفان فلسفی و نظری ما. به نظرم میاد جای بحثش اینجا نیست. خب من سالهاست در حوزه عرفان خراسانی کار میکنم، علاقمندم، آثار بزرگانشون رو خوانده ام، درس داده ام، از مولوی بگیرید تا عرض میشود که ببخشید از بایزید بسطامی بگیرید تا ابوالحسن خرقانی تا عطار نیشابوری تا مولانا و شمس تبریزی. اگر قرار باشد از امکانات اون سنت، بازم تاکید میکنم نه اینکه این حرفهای هایدگر رو اونها زده ام، نه، اما امکاناتی داره میراث عرفانی ما، نوعی مجال رو برای مواجه شدن با مبدأ هستی فراهم میکند که شاید از اون امکانات بشه بهره مند شد جهت برقرار کردن یه دیالوگی. البته با عنایت به اینکه هایدگر فیلسوف پسارنسانس پساروشنگری قرن 20 است و همه این عزیزان و بزرگانی که نام بردم متعلق به دوران پیشامدرنند و از قرن 2 تا قرن 7 و 8 هجری قمری زیستند. کاملا توجه دارم به این تفاوت میان گفتمانهایی که شکل گرفته، اما به هر حال اون عرفان چنان که من در میابم کمتر متافیزیکیه و شاید اسباب
یا بگویم مواد مستعدتری به دست بدهن برای یک پژوهشگری که بخوان به کار تطبیقی بپردازه. اما استفاده کردن از ابن عربی و برقراری سنتزی میانه آنچه که او گفته است با میراثه های دیگر، چنان که من میفهمم، راه به جایی نمیبرد و به مثابه یک پروژه فلسفی، پروژه عقیمیه یا دست کم کم دستاورد داره. در این حال گفتم اهمیت فردید رو در تاریخ معاصر نمیشه نادیده گرفت و به رغم این نقدهایی که به او وارد میدانم، او رو همچنان فیلسوف به معنای متفکری که پاره مفاهیم رو ساخت و وارد ادبیات روشنفکری فلسفی ما کرده ارج می نهم و می کوشم تا جایی که می توانم قدر او و منزلت او در تاریخ اندیشه معاصر رو دریابم، فارغ از هر داوری که راجع به کارنامه سیاسی او و شخصیت او داشته باشیم یا حتی پروژه فکری او رو چنان که من توضیح دادم به اختصار ناسازگار و غیر رهگشا بدانیم. خب این هم نکته تکمیلی راجع به جناب فردید و نسبت او با هایدگر و ابن عربی. یک ملاحظه دیگر را هم که دوستان متعددی پرسیده بودند که بیشتر در بخش پرسش و پاسخ طرح شد، اما خب چون مهم بود در جای خود من گریزی به آن هم بزنم و پس از آن بحثمون رو پی بگیریم، راجع به قصه هایدگر و نسبتش با فاشیسم و عواقب خواسته و عواقب ناخواسته کارهایی که آقای دکتر مجید این پرسش رو طرح کردن و دوستان دیگری هم پیش رو گرفتن، آقا مسعود عزیز هم که هستن به نوعی، و بعد آقا فرزین اشاره کردن به شریعتی و نکاتی که به هر حال در مقام قیاس ما به شریعتی و نقش او در انقلاب بهمن 57 هم پرداختیم. باری ببینید، من به اختصار باز این رو عرض می کنم چون راجب شریعتی هم پرسیدند دوستان و قیاسی که با او رفت در بخش پرسش و پاسخ با هایدگر. راجب هایدگر چیزی ندارم اضافه بکنم بر آنچه که گفتم و وعده کردم که در جلسات آتی وقتی به نسبت میان فلسفه سیاسی او یا آنچه که از فلسفه او مستفاد می شود و در عرصه سیاست اپلای می شود برسیم، اون وقت میشه توضیح داد که آیا لوازم منطقی مترتب بر آراء هایدگر به نوعی فاشیزم یا پس زدن مدرنیته و مدرنیزاسیون و سازوکار دموکراتیک می انجامد یا نه. این اون کاریست که ما بهش خواهیم پرداخت. در باب داوری اخلاقی راجع به او و اینکه پرسیده شد نوبت پیشین، من همون سخن رو به نحو دیگری تکرار میکنم که اگر امری در زمره عواقب ناخواسته سخنان کسی باشه، یعنی لف و نشر تاریخی آن چنین اقتضایی کرده باشه، دوست عزیزمون آقای ابریشمکار هم گفتن که باید یه متفکر تا جایی که میتواند این تأملات رو بکنه و عواقب کار خودش رو گمانه زنی کنه. البته اما همه ما محدودیم و تخت بند زمان و مکانیم و به تعبیر حافظ خرقه تردامن و سجاده شرابالوده داریم. متفکران و فیلسوفان بزرگ که از ما متوسطان فراترند قدری لحاف تاریخ رو میتونن کنار بزنن. موجوداتی فرازمینی که نیستن، فرازمانی که نیستن، به قدر وسع به تعبیر سعدی سخن میگوین. میشه کارنامه‌شون رو بررسی و باید این کار رو هم کرد تا جایی که میدانیم و میتوانیم گمانه زنی کنیم که در آنچه که رخ داده است ناظر به لوازم منطقی و عواقب خواسته مترتب بر ایده های ایشان بوده، میشه داوری معرفتی اخلاقی هم کرد. اما اگر به جایی برسیم که دست کم مبهم باشه، نه، به نظرم باید تعلیق کرد داوری رو و صرفا در حوزه تاریخ اندیشه به اون متفکر یا فیلسوف و نظریه پرداز پرداخت. در باب هایدگر هم قصه همینطوره. دوستان اشاره کردن آقا مسعود که خود او هم تدریسش متوقف شد، انتشار کتاباش ممنوع شد و بخت چندانی نداشت و اون همکاری و اون ماه عسل حدود یک سال بیشتر به درازا نیانجامید.
اینها رو هم کاملا میدانم و اذعان میکنیم. در این حال پاره منابع هم نشان میدهم که در اون دورانی که او رئیس دانشگاه فرایبورگ بود، پاره از دانشجویان یهودی رو لو میداد به اس اس. اگر اون مستندات موثق باشه، خب میشه داوری اخلاقی هم راجع به او کرد، اما این نقش و شأن حاشیه‌ای در بحث‌های ما داره، هرچند خودش موضوع جذاب و جالبی است، اما من صرفاً به اون بُعد اندیشگی او و چنان که توضیح دادم لوازم منطقی مترتبه بر آن در حوزه سیاست خواهم پرداخت. بر همین سیاق هم، چون باز در باب مرحوم شریعتی دوستان متعددی پرسیده بودند، ذکر می‌کنم که مجموعه آثار شریعتی چنان که من خوانده‌ام و با آنها مأنوس بودم و دوره‌ای هم ناظر به شریعتی شناسی چند سال قبل در تورنتو برگزار کردم، هیچ دلالتی بر این نمی‌کنه که او از حکومت فقها دفاع کرده باشه. اسلام او اسلام انقلابی بود، البته اسلام دوره ارشاد، یعنی باید خوب توجه کرد شریعتی سه تا دوران داره چنان که من می‌فهمم، یه دوران پیشا ارشاده، یه دوران ارشاده و یه دوران پسا ارشاده. طبعا آقای احسان ابراهیمی در جمع ما هستن، چند سال قبل به مناسبت 40 سالگرد وفات مرحوم شریعتی مصاحبه مفصلی من با ایشون داشتم که در سایت زیتون منتشر شد و بعد هم در کتاب صدای سفرها. من اونجا همین رو کوشیدم توضیح بدم که شاید شریعتی پسا ارشاد، یعنی حد فاصل سالهای 51 تا 56 که خب 18 ماه از آن هم به زندان گذشت، چندان شناخته نشده است و المانهای اگزیستنشیل و اومانیستی اون بخشی از آثار او رو میشه پررنگ کرد. البته نوشریعتیست ها به این امر همت گماردن و من در پاری از آثارشون این جهت نیکو رو دیدم. فکر میکنم برام باید صحه نهاد شریعتی که معلم انقلاب بود، شریعتی دوران ارشاد 47 تا 51، اونقدر که آثار او نشان می‌دهد و چنان که گفتم نزاع‌های درازاهنگ او با روحانیون و تکفیر تلویحی او توسط پاره‌ای از روحانیون، هیچ دلالتی نمی‌کنه بر اینکه او از حکومت روحانیون و مشخصاً حکومت دینی دفاع کرده باشه. اسلام او اسلام انقلابی بود، از امت و امامت هم یاد می‌کرد، اینا رو تماماً عنایت دارم بهش. اما آنچه که موسوم است به تئوکراسی، یعنی حکومت دینی، حکومتی که مشروعیت سیاسی آن مستفاد از دیانت و ولایت و فقاهته، این در آثار شریعتی نیست. این که از دموکراسی متعهد دفاع میکرد اشتباه میکرد. این که معتقد بود که ما دموکراسی رأسها داریم و دموکراسی رأیها تحت تأثیر فضای انقلابی دهه 60 و 70 میلادی و روایت بومی از آن به دست میداد، خب اینجاها رو میشه نقدهای جدی کرد شریعتی رو، اما اینکه از دل سخنان او منطقا حکومت دینی مستفاد میشه امر دیگری است که به نظرم این منطقا استنتاج نمیشه. و همونطور که نوبتی پیشینم اشاره کردم، پاره از روحانیون مبارز ما البته تحت تأثیر شریعتی بودند. شما از مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بگیرید تا رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و دیگران، و تحت تأثیر اسلام انقلابی او بود. آنچه که بعدها در پیشنویس قانون اساسی اضافه شد و بعد هم مصوب شد و قانونی بعد از انقلاب بهمن 57 از لون دیگری و منطقا از آثار شریعتی مستفاد نمی شود تا جایی که من دریافتم. خب این هم آخرین نکته‌ای که ناظر به تکمیل مباحث نوبتی پیشین بود. اگر اجازه دهید من در باب کارنف و نسبت حلقه وین با هایدگر هم سخن بگم. ببخشید قبل از آن اشاره به 38 سالگی نوبت پیشین کرده بودم، یه شخصیت دیگری رو هم که در همان حوالی آثار درخشان خود رو منتشر کرد و عمر زیادی نکرد، چون از سنت ما برخواسته است و خب این بنیاد ما هم مزین به نام اون بزرگوار است، ذکر بکنم که او شیخ مقتول یا شیخ شهاب‌الدین سهروردی است. ظاهراً 38 ساله بوده، بین 37 تا 39 38 ساله بود که مع الاسف کشته شد و شرح آن بماند برای جای دیگری. انشاءالله پس از اتمام دوره شمس تبریزی به شرح قصه های شیخ اشراق
همت خواهم گمارد. اما چون بحث از نگارش بینگنتان در 38 سالگی بود و اینکه پاره از بزرگان آثارشون رو حد فاصل سالهای 38 تا 42 سالگی نوشتهاند، من به این فیلسوف و متفکر بزرگ ایرانی هم خواستم اشاره بکنم. به اسپینوزا عرض می شود که کیکگارد اشاره کردم، حتی شریعتی در سنت ما که در 44 سالگی از دنیا رفت و عموم کارهاش رو تا قبل از آن تمام کارهاش رو انجام داده بود. هایدگر البته که باز ادامه داد، اما به هر حال این اثر دورانساز رو 38 سالگی نوشت. جناب سهروردی هم عموم کارهاش رو بین 30 و اندی سالگی تا 37-8 سالگی و الحق و الانصاف نابغه‌ای بود در سنت ایرانی اسلامی ما. خب بریم به سر وقت نسبت حلقه وین با جناب هایدگر. اعضای حلقه وین در دهه سوم سده بیستم گرده هم در وین جمع می شده. به همین خاطرم این حلقه حلقه وین نامیده شده است یا وین سرکا. نمی خواهیم راجع به این حلقه که نقش مهمی در سنت فلسفی تحلیلی داشتن اینجا من به تفصیل سخن بگویم، اما از دو حیث جالب نسبت میان این حلقه و هایدگر متقدم و بینگن تایم. ببینید، من اشاره به پوپر کردم، البته این رو تأکید بکنم پوپر عضو حلقه وین نبود، دوست می‌داشت که او رو اذن دخول بدهند ظاهرا و اجازه ورود بدهند، اما ظاهرا نمیدانم چی بوده که او اجازه یا مجال راهیابی به این جلسات رو پیدا نکرد. حالا تعبیر مجال رو بگیم که تعبیر نوترالی باشه، اجازه رو نمیدانم. خب اینا فیلسوفانی بودند که به تعبیر دقیق‌تر در وهله نخست ساینتیست بودند، فیزیکدان بودند، ریاضیدان بودند، منطقدان بودند و گرد هم آمده بودند و در باب مسائل مهم فلسفی به روایت خود سخن می گفتند. منطقدان بزرگی مثل گودل متعلق به این جمع بود، یا خود کارنف که فیلسوف مهم و اوریجینالیه. و متن محوری این جماعت چنان که گفتند و درباره اش به تفصیل نوشته شده است، کتاب رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین بوده است. این رو به سان بایبل، انجیل، بند به بند، فقره به فقره می‌خواندند و درباره‌اش سخن می‌گفتند. خب یکی از سخنان مشهور کارنف در مقام طعنه به هایدگر اون فقره هیچ می هیچده که nothing nothings، یعنی از هیچیدن عرض می‌شود که هایدگر فعلی ساخته از هیچ و در کتاب بینگن تایم به کار برده است. من نوت‌های بحث امروز رو آماده می‌کردم، دیدم که جناب دکتر ضیاء موحد، منطقدان و شاعر و ادیب معاصر، ایشان در دفتر شعری مشتی نورسر، کتاب شعر مشتی نورسر، در یکی از شعرها میگوید ای همه خلق جهان خاموش، هیچ دارد اینجا میهیچ. خب من این کتاب سالها پیش خوانده بودم وقتی که ایران بودم، دفتر شعر ایشان، خب شعر سپید میگویند دکتر موحد، کارای منطقی فلسفی کرده اند و در حوزه شعر و نقد ادبی هم چهره شناخته شده ای هست. و سالها من ایران که بودیم با هم همکار بودیم در انجمن حکمت و فلسفه و بارها خدمتشون میرسیدم. باری ای همه خلق جهان خاموش، هیچ دارد اینجا میهیچد. و در یه مصاحبه ایشون بعدن گفته که من در مقام نوعی طعن بودم و نقد به هایدگر در این مصاحبه، در این شعر ببخشید، و اینکه هیچ دارن اینجا می هیچد، اگر بقیه شعر رو بخوانید که به نوعی اشاره به کوره های آدم سوزیه و حالا هیچ داره می هیچه، خلق جهان هم خاموش، اما به هر حال خیلی هم دارن جانشون رو از دست می ده. خب این فقط ضیاء موحد نیست در سنت فلسفه تحلیلی ما، خصوصا فلسفه تحلیلی پسا انقلابی که زاویه داره نسبت به هایدگر. این مسبوق به سابقه است در ادبیات فلسفی نیمه اول قرن بیستم که اعضای حلقه وین
یکی از مهمترین نمایندگان آن. و اون قصه چیه؟ اون قصه ابعاد پولیتیکال و ساینتیفیک داره، به توضیح که عرض میکنم. ملاحظه بکنید فضای بین دو جنگ جهانی اول و دوم فضای پرتلاطمی بود در اروپا. من روزگاری کتاب What is Analytic Philosophy عرض می شود که اسم نویسنده را الان فراموش کردم، تدریس می کردم و خوشبختانه صورت منقح اونها که من در قالب سلسله مقالات اون رو نوشتم، تاریخ فلسفه تحلیلی، بعدها در سایت زمانه منتشر شد و دو سال پیش در قالب کتاب در باب فلسفه تحلیلی با محوریت ویتگنشتاین، نویسنده کتاب هانس گلاک. اونجا گلاک توضیح میده که در فضای بین دو جنگ جهانی چه تنشنی برقرار بود میان اردوگاه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره. در باب این اردوگاه من پیشتر نوبت قبل اشاره کردم و توضیح دادم که ما دو سنت فلسفی داریم. یکی سنتی که موسوم به سنت قاره‌ای continental philosophy و دیگری سنتی که anglo-saxon philosophy، anglo-american philosophy، british philosophy، فلسفی که از انگلستان سر برآورده است برخلاف فلسفی که در قاره اروپای متصل سر برآورده که به همین سبب به آن قاره ای میگویند. باری بین دو جنگ جهانی اتفاقاتی که رخ داد نوعی شکراب بود میان فیلسوفانی که موسوم بودن دیگه به فیلسوفان تحلیلی، فیلسوفانی که برخواسته از سنت آنگلو امریکن بودن و یکی از مهمترین مؤلفه های ایشان آشنایی با علوم جدید، چنان که توضیح دادم، با فیزیک جدید، ریاضی جدید، منطق جدید. عموم اینها ساینتیست بودن. حتی پوپر هم که به این حلقه نزدیک بود و بعدها البته نقدهایی نوشت به ایشان، عموم اینها ساینتیست بودن. حتی جناب ویتگنشتاین هم که گفتم مرشد و مقتدای این حلقه بود در یه برهه دست کم، خود او دو سال درس مهندسی خوانده بود و با جهان جدید و علوم تجربی جدید و علوم نظری جدید جملگی آشنا بود. این یکی از فرقهای جدی این سنت است با سنت فلسفه قاره‌ای. و خصوصا وقتی که راجع به هایدگر سخن میگیم، یکی از طعنهایی که میزدن فیلسوفان تحلیلی نیمه اول قرن بیستم این بود که شما با علم جدید آشنا نیستید و به همین خاطر یه جاهایی تعابیری به کار میبرید که نشان میدهد هیچ حظ و بهره با آشنایی با فیزیک جدید، ریاضیات جدید ندارید و پاره سخنانتون بیمعنیه. این تعبیر هیچ می هیچت رو هم به نوعی کارنب البته توضیحی داره در نظام فلسفی هایدگر، اما این رو دست گرفته بود به اصطلاح. و این که حالا از این سنخ تعابیر اینها میگن، یادمون باشه در حلقه بیان کاری که این فیلسوفان میکردن مرز گذاشتن میان علم و شبه علم، و برای این کار رفته بودند و در کار به دست دادن نظریه‌ای بودند که فرق فارق میان گزاره‌های معنادار رو از گزاره‌های فاقد معنا تفکیک بکنه و اصل تحقیق پذیری verifiability principle که اینها می گفتن که متخذ بود از تراکتاتوس ویتگنشتاین، دقیقا معطوف به این بود که مرز قاطعی رو میان علم و غیر علم تشخیص بده و می گفتن زبان فلسفه باید شبیه زبان علم بشه. من کاری به نقدهای جدی که بعدها به اعضای حلقه بیان وارد شد ندارم که با پاره از اونها هم شخصا هم داستانم کاملا، اما میخوام بگم تو اون سیاق بود که فلسفه هایی از جنس فلسفه هایدگر جدی انگاشته نمیشد و نوعی کوبیدن بر طبل شبه علم بود و سخنان متافیزیکی ناموجه گفتن. به همین خاطر عرض میشود که اعضای حلقه بیان با هایدگر سر آشتی نداشتن. این یه دلیل بود. دلیل دومش دلیل سیاسی بود که این برمیگرده به دهه چهارم صدی بیستم، یعنی از 1930 به بعد، که خب با ظهور هیتلر در 1933-34 آغاز میشه و اون قصه هایی که هایدگر به هر حال دست کم برای یک سال اون همکاری رو داشته و بعد اون بیانیه‌ای که 1931 تحت عنوان Scientific Worldview اعضای حلقه بیان منتشر کردن و خیلی از اونها گرایش های لیبرالی داشتن
به همین خاطر با یک نگاه فلسفی که حالا چه از آن مستفاد بشود ایده های فاشیستی یا نشود، در حال گره خورده بود یه برهی با نازیسم و هیتلریسم که راست افراطی به تعبیر امروزی به حساب می آمد و فرسنگ ها با لیبرالیزمی که با دموکراسی و عصر روشنگری گره خورده بود فرسنگ ها با اون فاصله داشت، اینا موضعی جدی داشتن. پوپر هم از همین منظر با هایدگر در می پیچید و در کتاب مشهور جامعه باز و دشمنانش که در زمره متون کلاسیک هست، خب هم به هگل میتازه هم به افلاطون میتازه و به هر حال با همه این فلسفه هایی که از منظر او دموکراسی رو به محاق برده بودن در میپیچه. به این معنا یکی هم آشنایی با علوم تجربی و دیگری با انگیزه ها و دلایل سیاسی سنت آنگلوساکسون که من پاره از نماینده هاش رو در نیمه اول قرن 20 نام بردم، کارنب، شلیک و پوپر، اینا هیچ با هایدگر و میراث هایدگر بر سر مهر نبودن. این اون نکته‌ای که وعده کردم نوبت پیشین که بهش امروز بپردازم. از این نکته در نگذریم، یعنی با گفتن این نکته در گذریم شاید خالی از لطف نباشه که من گفتم روزگاری که در دانشگاه بارمیک درس می‌خواندم دیوید میلر شاگرد مبرز جناب پوپر هم اونجا منطق درس می‌داد. من یادم از او چند بار این رو میشنیدم، یعنی انگار در دل اون نزاع‌ها بود به سبب علاقه بسیاری که به پوپر داشت. من سخنانش راجع به ویتگنشتاین رو نوبت پیشین گفتم و تکرار نمی‌کنم. در باب پوپر می‌دیدم که ببخشید در باب هایدگر می‌دیدم که خصمانه حرف می‌زنه و از این حیث شبیه استادش پوپر بود و مسئله اونها هم چنان که عرض کردم جدی نینگاشتن علم تجربی بود و هم اون قصه سیاسی یا فلسفی سیاسی مستفاد از نظام هایدگری. اما این تا جایی که من دیدم دیگه در دهه های اخیر این نزاع چندان نزاع پررنگی نیست، یعنی خود فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای هم کارهای مشترکی اکنون می‌کنند و اون فضای تاریخیه. در میان ما در دهه 60 و 70 شمسی گفتم چگونه بود، در ایران معاصر، در اروپای صدی 20 هم بین دو جنگ این فضا خیلی پررنگ بود، بین دو جنگ جهانی اول و دوم. بعد از جنگ جهانی دوم و خصوصا از دهه 1970 به این سو رفته رفته ما میبینیم که قرابتی میان آثار فیلسوفان تحلیلی و قاره‌ای پدیدار میشه، یا به تعبیر دقیق تر به پاره از موضوعات و دلمشغولی های فیلسوفان قاره‌ای فیلسوفان تحلیلی هم میپردازند. خصوصا در قرن 21 طی 20 سال گذشته فراوان من دیدم، چه سالیانی که درس میخواندم و درس میدادم چه در کنفرانس هایی که شرکت میکردم، فراوان میدیدم فیلسوفان تحلیلی که به موضوعات مورد علاقه فیلسوفان قاره‌ای میپرداختن، درباره شون مقاله مینوشتن، کتاب منتشر میکردن. این یه بحث و نزاع تاریخی اما به هر حال بخشی از تاریخ فلسفه صدی 20 است و از آنجایی که مربوط به هایدگر میشود من دربارهش با عزیزان سخن گفتم. خب از قصه هایدگر و کارنب و پوپر در گذاریم. قبل از اینکه بحث امروز رو به اتمام ببریم، من خوش دارم چنان که وعده کرده ام در یروب پایانی جلسه امروز به سوبژکتیویسم دکارتی و نقد سوبژکتیویسم دکارتی به روایت هایدگر که سنگ مبنای بینگن تایمه بپردازم. این رو عرض بکنم که برای اینکه ما سوبژکتیویسم دکارتی رو بفهمیم، خب من قاعدتاً باید درباره‌اش قدری سخن بگویم. نتیجه بحث رو که امروز بهش میرسیم و به امید خدا نوبت آتی من بسط بیشتری میدهم این است که به جای مفهوم سوژه که حالا مسامحتن در زبان فارسی بهش میگیم فاعل شناسا، میگم چرا مسامحتن، به جای مفهوم سوژه هایدگر مفهوم دازاین رو برساخته که متضمن به معنای در اینجا بودن است و توضیح این امر است و دعوت به یک جور philosophical shift، یک شیفت فلسفی که
ما به جای برکشیدن و مقدم دانستن مسائل معرفت شناسی و اپیستمولوژیک در مباحث فلسفی، امری که میراث و عرض می شود امری که در سنت دکارتی کانتی به تفصیل به بحث گذاشته شده است، ما بیایم و به سر وقت مباحث وجودی برویم، اما نه مباحث وجود شناختی به معنای کلاسیک و متافیزیکی کلمه که امروز هم اشاره بهش کردم، بلکه به سر وقت وجود شناسی بنیادین برویم. اینجاست که اون وقت زندگی روزمره یا everydayness برای هایدگر مهم میشه و ارتباط پیشا مفهومی ما یا به تعبیر دقیق تر پیشا معرفتی ما با جهان پیرامون که سنگ بنای بحث و فحصای اوست. خب این نتیجه آنچه که بهش خواهیم رسید، اما اجازه بدید من سوبژکتیویسم دکارتی رو تا جایی که وقت داریم توضیح بدهم و بعد دازاین رو هم حدود و ثغورش رو قدری ذکر کنم و تکمیل بحث رو به نوبت آتی بسپاریم. دکارت چنان که عموم مورخان فلسفه آورده اند، فلسفه پسا رنسانس یا فلسفه جدید با او شناخته می شود. من در دوره فلسفه دکارت که چند سال پیش در بنیاد سهروردی برگزار شد، با محور قرار دادن کتاب تأملات او کوشیدم توضیح بدهم مزامین او، مزامین نظام فلسفی او، استدلالهای او در نقد medieval philosophy و از آن مهمتر برساختن یک نظام فلسفی نوین که مبتنی است بر تفکیک و انشقاق میان سوژه و ابژه، به توضیح که اشاره خواهم کرد. ببینید، مبتنی بر نگاه دکارتی، ما در این دنیا با یک ثنویتی مواجهیم. یکی جهان پیرامون است که مهمترین خصلتش از منظر او بعده یا امتداد. شما هر چی که در جهان پیرامون میبینید از در و تخته و پنجره بگیرید، در جهان پیرامونی مهمترین وصفش از منظر دکارت که یادمون باشه ریاضیدان هم بود و اشاره کردم نوبتی پیشین که خب دستگاه مختصات ریاضیاتی متعلق به اوست و پاره ابداعات دیگه در هندسه، او یه نگاه مکانیستی به عالم داشت و حال تحت تأثیر علوم تجربی بود، هم عصر با گالیله بود، با کوپرنیک و انقلاب کوپرنیکی که پس از آن آمده بود، متعلق به نیمه اول قرن 17 است دکارت، آشنا بود، یه جور تفسیر و تلقی مکانیستی از جهان به دست دادن که اون موقع نرم روزگار بود و بر صدر نشسته بود. فیزیک دانان عرض می شود که ستاره شناسان در این باب سخن رانده بودند و نگاه ساینتیفیک به جهان بر صدر نشسته بود. تو دل اون فضا دکارت آمد و کوشید که فلسفه نوینی رو درف کنه. خب در این ثنویت و دوگان انگاری، پس ما یه جهان پیرامون داریم که خصوصیت محوریش بعده و یه کانشسنس و آگاهی، و از مفروضات این نگاه این است که یه فاصله پرنشدنی میان سوژه یا همان فاعل شناسایی که من و شما باشیم و اون ابژه‌ای که در جهان پیرامون واقع شده است، یه فاصله پرنشدنی وجود داره و آنچه که به دست می آید، آنچه که من احراز می کنم، ابتداءً آنچه که رخ می دهد ارتباط معرفتی با جهان پیرامون، یعنی من سوژه ابژه ها رو باید در کسبت ابژه ببینم و بفهمم و متعلق آگاهی خود قرار بدهم. این چنین ارتباط معرفتی من با جهان پیرامون شکل می‌گیرد. یعنی اگر فی المثل این یک ابژه است، فرض کنیم یک کتاب که الان دست منه، خب در نظام دکارتی وقتی که این ابژه یعنی این کتاب برای من سوژه یا فاعل شناسایی بدل به ابژه میشه و من این رو یک ارتباط ادراکی باهاش برقرار میکنم، این در نظام معرفتی من وارد میشه و بدل به امر معرفتی میشه. اما توجه دارید دوگانه سوژه و ابژه اینجا خیلی پررنگه. تا پیش از او این چنین نمیدیدن فیلسوفان جهانی.
این هم چیزی خب به هر حال با ریالیزم پیچیده بعدها شناخته میشه که توضیح میدم، یعنی سنگ بنای ریالیزم پیچیده است که من سوژه همت میگمارم به فهم جهان پیرامون، من پسیو نیستم، منفعل نیستم در برابر جهان پیرامون، چنان که شما در آثار قدمای خودمون میبینید، در آثار ملا صدرا میبینید، دیگران میبینید، یا در آثار فیلسوفان دوران میانی، دوران قرون وسطا. در فلسفه دکارت من به همین خاطر از کوگیتو حرف میزنه، یعنی از سوژه‌ای که به فهم جهان پیرامون همت میگماره و ارتباط اولیه او با جهان ارتباط معرفتی است. خب البته دکارت راجع به مفاهیم سخن میگفت، به تعبیر خود او clear and distinct ideas، ایده ها و مفاهیم روشن و متمایز، از منظر او سنگ بنای فلسفه است. این که میگفت من می اندیشم پس هستم، مدعاش این بود که من اندیشنده محوریت داره در جهان پیرامون و من در هر چیزی که بتوانم شک بکنم، میدانید و از شهرتی برخوردار شک دکارتی، شک روشمند دکارتی، methodological doubt، در هر چیزی که بتوانم شک بکنم، در این که من اندیشنده ای هست که در حال اندیشیدن است نمیتوانم شک بکنم. به همین خاطر کوگیتوی دکارتی یا سوبژکتیویسم دکارتی با تعامل معرفتی با جهان پیرامون در وهله نخست شناخته می شود. یعنی سوژه ها که انسان های گوشت و پوست و خونداری مثل من و شما باشند، ابژه رو مثل این کتاب، مثل این ساعت، مثل درخت، هر چه که هست، در کسوت ابژه می بینند و تجربه می کنند و ارتباط معرفتی با جهان پیرامون برقرار می کنند. خب دکارت از مبدعان راسیونالیزمه که یه مکتب فلسفی است که اشاره هم کردم که بعدها خب در داستان اسپینوزا ورز بیشتری پیدا میکنه و به موازات آن ما سنت تجربه گرایی رو داریم. اینها با هم پیش میان تا میرسن این رودخانه ها به دریای کانت، حالا اگر از این تعبیر بشه استفاده کرد. کاری که کانت میکنه، دست کم قرائت ارتودکس و رائج از کانت رو میگم، به نوعی بست میده پروژه دکارتی رو و مؤلفه های معرفت شناختی اون رو توضیح و تبیین بیشتری میده و از شروط استعلایی یاد میکنه، transcendental conditions به تعبیر او، که امکان پذیر میکنه معرفت ما به جهان پیرامون. در کتاب مهم نقد عقل محض، The Critique of Pure Reason، که جزء نقدهای سگانه و دورانساز کانته، او در واقع کوشیده از توضیح بدهد که با لحاظ کردن چه شروطی معرفت ما به جهان پیرامون امکان پذیر میشه. شروطی که به تعبیر او استعلایی هست و متصف به دو وصف ضرورت و کلیت. خب کانت به نوعی پروژه دکارت رو از این منظر به اوج خودش میرسانه. پروژه‌ای که ارتباط ما با جهان پیرامون رو اولاً یک ارتباط معرفتی میدانه و از شروط آن سراغ میگیره. حالا به نزد دکارت تصورات و مفاهیم است، به نزد کانت تصدیقات و گزارهان و شروطی که به توضیح که عرض کردم امکان پذیر میکنن معرفت ما به جهان پیرامون رو. خب قصه در این باب بسی بسی گفتنیست و شرح مبسوطی میشه داد، اما من به همون میزان که به کار فهم هایدگر میآید و در واقع جز مقدمه های واجب است، از آن حیث که ما بعداً به ذیل مقدمه برسیم بهش اشاره میکنم، و الا خوشبختانه من هم درس گفتار مبسوطی چنان که نوبت پیشین گفتم راجع به کانت برگزار کردم در همین سلسله درس گفتارهای فلسفی، هم در باب دکارت دوستان و عزیزان علاقمند میتوانند اون دروس رو در مطالعه بگیرن، یعنی گوش بکنن یا آثاری در این باب بخونن که منتشر شده است. باری از همینجا نسبت هایدگر با این پروژه کلید میخوره. من البته اگر مجالی بشود بعدها خواهم گفت هایدگر شرحی نقد سوبژکتیویسم دکارتی رو که آورده است، اما بعدها شرحی بر کانت هم نوشته. افراد متعددی
در سنت انگلیسی گفتن که این شرح کانت نیست، در واقع آمده و هایدگر کانت رو هضم کرده، یعنی برده در دل سنت و چارچوب فلسفی خودش. حتی اگر اشتباه نکنم این رو من جایی در نوشته های ویلدرانت می دیدم یا یکی دیگه از مورخان فلسفه که تعبیر و وصف شارلاتان رو برای هایدگر به کار برده بود، چرا که کانتی که او گفته این که کانت نیست، این کانت به روایت هایدگره، یعنی اصلا کانت اهلی شده، حالا به تعبیر من کانت پرورشیه، خود کانت نیست. و خب تعابیر تیز و تندی هم به کار برده بود. من حقیقتش راجع به این قصه شاید پیشترها داوریم کم و بیش به همین میزان تند بود، همون دورانی که گفتم تازه با هایدگر داشتم آشنا می شدم قبل از سفرم به انگلستان. الان قصه رو قدری پیچیده تر می بینم و فکر می کنم دو تا فیلسوف اوریجینال که به سر وقت هم میرن، از یه جا به بعد خیلی سخته که بگی او می تواند در کسوت شاره باشد یا نه. ببینید چه جناب هایدگر، چه ویتگنشتاین، چه کانت، همه این قله های فلسفه شارحان بزرگی دارن، اما شاره شارحه دیگه. مثل همین جناب درایفوس که ما کار او رو داریم بحث میکنیم، شاره توانمند داریم، شاره غیر توانمند هم داریم. پیتر هکر شاره توانمنده ویتگنشتاین است و امثال او متعددن. یا در باب کانت شارحان متعددی داریم که در مقام تقریر ایده های اونن. اما وقتی یه فیلسوف اوریجینال، یه نهنگی مثل هایدگر میاد سراغ یه نهنگ دیگه مثل کانت، نمیدانم چقدر بشه اینها مقام شرح رو از مقام اینترنالایز کردن، یعنی درونی کردن آن، یا به نحوی او رو خواندن و مال خود کردن جدا کرد. شاید خیلی سخت باشه. باری به هر حال میخوام بگم این رو که فارغ از این که با داوری ویلدرانت موافق باشیم یا نه، خانشی که هایدگر از کانت به دست داده تا جایی که من اون رو خوانده ام، خانشی است که مسئله های کانت رو به جای اینکه مسئله های معرفت شناختی بداند، میکوشه در دل نظام فلسفی خود اونها رو توضیح بده. تا جایی که من کانت خوانده ام و البته بیشتر در دل سنت انگلیسی خوانده ام، خب مسئله های کانت مسئله های معرفت شناختیه و میفهمم مبدأ عظیمت پروژه هایدگر رو و نقده هایی که او به سنت دکارتی کانتی داره، اما اینکه این یه خانشی از کانت باشد به روایت هایدگر نمیدانم چقدر موجه. و بیشتر این رو میفهمم که این خواسته مال خود کنه این فیلسوف رو و در دل نظام فلسفی خود ببرد. خب ما رفته رفته به انتهای وقت نزدیک میشیم. اجازه بدید من دو مفهومی از هایدگر رو که به نوعی جایگزین مفاهیم محوری سنتی دکارتی کانتی هستند رو که اشاره کردم توضیح مختصری بدهم و شرح بیشتر این امر با استشهاد به پاره از فقرات کتاب درایفوس در این باب رو که متضمن نقد سوبژکتیویسم دکارتی به توضیح که آوردم به نوبت آتی بسپارم. گفتن که دکارت از کوگیتو یاد میکرد و من اندیشنده و اینکه من می اندیشم پس هستم، یعنی هستی خود رو، تعین و تقرر خود در جهان پیرامونی رو ذیل اندیشیدن و اندیشنده بودن می دید. من اندیشنده همون ارتباط اپیستمیک و معرفت شناختی با جهان پیرامونی و هستن او ذیل اندیشیدن او قرار می دید. به همین معنا نگاه دکارتی که بعدها بس پیدا می کنه با در پروژه کانتی به اوج خودش میرسه، یه نگاهی است که چنان که توضیح دادم تعامل ما با جهان رو اولا و به ذات ارتباط معرفتی میده، ارتباط معرفت شناختی میده، ارتباطی که از جنس احراز معرفت و ناظر به شناسایی حدود و ثغور قوه فاهمه ایناست. ما چه اموری رو میتوانیم بدانیم، چه شروطی داره امکان پذیر بودن معرفت ما به جهان پیرام، از چه مفاهیم واضح و متمایزی به روایت دکارت میشه سخن بگوییم، و این سوبژکتیویسمی که گفتم اوبژه رو
به توضیح که عرض کردم ابژه میبینه و یه فاصله پرنشدنی میان سوژه و ابژه در نظر میگیره و بعد به فهم آن همت میگماره. اما دازاین هایدگر قصه را از جای دیگری آغاز میکنه. اون میگه ارتباط ما با جهانی پیرامون اولا و به ذات برخلاف آنچه که دکارت میگفت یا برخلاف آنچه که در سنت آنگلوساکسون از پروژه کانت مستفاد می شود یه ارتباط وجود شناختیه و مهمترین مفهوم و پایه‌ترین مفهوم بودن در جهانه، being in the world، که این being in the world تنین انتولوژیک داره، نه تنین اپیستمولوژی، تنین وجود شناختی داره، سویه وجود شناختی داره نه سویه معرفت شناختی. اما این سویه وجود شناختی با متافیزیک اندیشی هم فاصله زیادی داره و چنان که عرض کردم با زندگی روزمره گره خورده است. به همین خاطر هایدگر پدیدارشناس به زندگی روزمره عطف نظر کرده است. مثال مشهور او که مثال چکشه در دوران نخست فلسفی او میگوید. بعدها خب به سر وقت شعر و اینا میرود که به جاش مثالهای او از اشعال هوردلین رو ذکر خواهم کرد. مثال مشهور او که موسوم به همر و چکشه این است، کسی که نجاری که چکش رو میزنه، این به قصه everydayness و everyday life نزدیکه، با چکش ارتباط معرفتی نداره در وهله نخست، بلکه بودن در عالم است و ارتباط نجار با چکشه که از جنس امر اگزیستنسیله. اگزیستنس نجاری که در عالم هست و اگزیستنس او با چکش یه ارتباط معرفت شناختی در وهله نخست نداره. به همین خاطر از منظر سوبژکتیویسم دکارتی مسئله رو درست تقریر نکرده. مرحله نخست تعامل ما با جهان پیرامون، مواجهه ما با جهان پیرامون یه ارتباط و تعامل اگزیستانسیه، یه ارتباطی که از جنس بودن در عالم است در وهله نخست. اون مثال چکش همین رو نشان میدهد. به مستندی که نوبتی پیشین اشاره کردم و شاید پاره از عزیزان دیده باشند تحت عنوان Being in the World، اتفاقا مثال نجار رو اگر دیده باشی تو این مستند میزنه و تعاملی که نجار با چوب داره، با تراشه های نجاری داره. این تعامل رو اگر شما در نظر بگیرید اون وقت بهتر می توانید بفهمید که از کجا هایدگر آغازیده است و به چه معنا من اندیشنده رو به روایت دکارت که مبدأ عظیمت تعامل ما با جهان پیرامونی میپندارد رو پس میزنه و معتقد است من اگزیستنسیل، یعنی منی که اگزیستانس دارم، در جهان وجود دارم در وهله نخست. خب حالا نوبت‌های آتی خواهیم دید که چگونه هایدگر از همینجا حرکت میکنه، در باب مفهوم تایم سخن میگه و مفهوم زمان رو به اون معنای علم تجربی کلمه نقد میکنه. شاید اگر این تعبیر رو ما به کار ببریم و بر همان سیاق که از قول کارناف گفتم که هیچ میهیچد رو به کار برده، که البته این تعبیر هایدگر هست، این حالا تو فارسی قدری الان غریب مینماید آنچه که من میگم، اما تایم و زمان بدل به فعل میشه به نزد هایدگر، همچنان که nothingness که گفتم، یعنی به نوعی دازاین میزماند. میدانم این تعبیر خیلی غریب و سقیله، دربارش بعدن سخن میگیم. در که من اینه، اون دازاین یا اون موجودی که من و شما باشیم که ارتباطمون با جهان پیرامون ارتباط اگزیستانسیله، به توضیح که ابتدا به توضیح که عرض کردم، در وهله نخست در تخالف با آنچه که دکارت میگفت، اون وقت تصویر این دازاین از زمان هم عوض میشه. ببینید شما فیلمثل نگاه بکنید، در فلسفه کانت این نکته ایست که بعداً توضیح میدهم و امروزه هم حالا ما در جمعمون ساینتیست هم داریم، پزشک هم داریم، عزیزانی که فیزیک میدانن با علوم مهندسی آشنان داریم. شما به من بفرمایید تلقی رایج ما از زمان غیر از تلقی خطیه، linear account of time، که این زمان نسبتی داره با فاصله و حرکت. همین ساعت‌های عقربه‌ای رو نگاه بکنید که الان ساعت موچی که من گرفتم به دوستان نشان میدهم و عزیزان هم دارن. خب ما زمان رو چگونه درمیابیم؟
این زمان نسبتی داره با حرکت عقربه بر روی صفحه ساعت. این یه تلقی خطی از زمان که در علم تجربی استفاده میشه. کانت خیلی تحت تأثیر نیوتن بود و نیوتن هم که فیزیکدان تراز اول و وقتی که بحث میکرد تصویر او از زمان در آثار فیزیکی خود چنین تصویری بود. علم تجربی کم و بیش این درک از زمان رو داره. اگر تاکنون به قصه نحوه حرکت کردن عقربه ساعت بر روی صفحه توجه نکردید، از این منظر نگاه بکنید. خب در نگاه پدیدار شناختی و صفحه های دیگر نسبت ما با زمان عوض میشه. به همین خاطر هم این کتاب عنوانش هست هستی و زمان و او میکوشه تصویر و تلقی دیگری از زمان رو به دست بدهد. اما سنگ بنای این نگاه و تصویر دو مفهومی است که ذکر کردم که از مفاهیم برساخته هایدگر است و سنگ بنای نظام فلسفی بود. یکی دازاین که جایگزین سوژه می شود یا سوژه و سوبژکتیویسم دکارتی و یکی بینگ این دی ورلد یا بودن در جهان که ارتباط ما با جهان رو با جهان پیرامون رو اولا و به ذات یک ارتباط اگزیستانسی می‌بینه. این منکر این نیست که ما بعداً ارتباط معرفتی داریم با جهان پیرامون. چنین امری مستفاد نمیشه منطقاً از نظام فلسفی های دیگه تا جایی که من میدانم. اما آنچه که محوریت داره این است که ارتباط اولیه ما با جهان پیرامون به توضیح که عرض کردم یه ارتباط اگزیستانسیله و از جنس بودن در عالم. ما خود رو با بودن در هستی میابیم. اون مثال چکش هم همینه. بعدن ارتباط معرفتی در میرسه. خب ممنونم از حسن توجه و صبوری دوستان. امیدوارم که عرایزم جهت تقریر محل نزاع و نحوه ورود هایدگر به کتاب بینگلتان و چگونگی مواجهه او با سوبژکتیویسم دکارتی رو که حالا نوبت آتی بیشتر می شکافم با وام کردن دو مفهوم بودن در جهان و دازاین به میزانی که ذکر کردم کم و بیش روشن شده باشه. اما خب حد می زنم ابهاماتی باشه یا احیانا نکاتی که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه. من مشتاقم که از نکته سنجی های دوستان استفاده کنم و پس از آن بحث امروز رو ختم بکنیم. ممنونم و منتظر شنیدن ملاحظات عالمانه و پرسش های عزیزان. و سلام. خسته نباشید. خسته نباشید جناب دکتر. سلامت باشید. خسته نباشید دکتر. سلامت باشید. خسته نباشید. طیبه. سلامت باشید. بله قربان شما. خب حوریه خانم شما میخواید شروع کنید اول تا دیگر دوستان هم به نوبت اگر نکته‌ای داشته باشن. شما اگه ملاحظه‌ای دارید بگید. خیلی ممنون آقای دکتر. نه من نکته ندارم که اضافه کنم، استفاده کردم. دوستان اگر مطلبی دارن که آن میوت کنن و سوالشون رو بپرسن. من 4 تا نکته دارم آقای دکتر، مختصره ولی اب نداره. 4 تا سوال دارم. بقیه دوستان اگه لطفا میوت کنن که صدا عرض میشود که برسه. باشه احسان جان شما بگید تا حالا بعدن خانم دکتر و مسعود جان و دیگر عزیزان حسین جان مژگان خانم اینا ملاحظاتشون رو بگن. بگو احسان جان. ببینید من سعی میکنم مباحثی که عرض میکنم یا پرسشایی که دارم محدود به این دو جلسه باشه. من فعلا جلسه اول با دقت گوش کردم. 2-4 نکته داشتم. نکته اول این که در میان فرانسوی زبانهای همدوره هایدگر، من از گورکی لوکاش میخوام به نقل قول بگم که یه مستعیه فیلسوف و نظری پرداز مارکسیست فرانسوی مجارستانی است. در سال 1966 با او یه مصاحبه کردن یه مجله انگلیس فرانسوی زبان، اون رسما گفت هایدگر هم مرتجع هم فاشیسته. یعنی در میان هم دوری های خود هایدگر این تفکر خیلی تند فرانسوی ها به ویژه نسبت به هایدگر وجود داشته. یکی از کسانی که در ایران خیلی تأثیر داشت به نظرم در هایدگر پژوهی و هایدگر شناسی و آشنا شدن با روش فلسفی ورزیدن هایدگر و حضرت علی بهش اشاره نکردی، هانری کوربن فرانسوی بود که اولین مترجم آثار هایدگر بود به زبان فرانسه و او اتفاقا کسی بود که هایدگر رو به فرانسوی زبان ها معرفی کرد، آشنا کرد با ترجمه آثار هایدگر از آلمانی به فرانسوی. خود هانری کوربن در دو حوزه، من یادم چند سال پیش هم در بنجاد با شما این بحث داشتیم،
در دو روش خیلی تحت تاثیر هایدگر بود. یکی نوع رویکردش به تاریخ که همین نکاتی که در مورد زمان گفتیم و آوردن تاریخ در بحث وجود شناسی و انسان شناسی، و دوم جایگاه مرکزی که به هرمنوتیک میداد و این رو در روشش برای پردازش به فلسفه شرقی و همین سهروردی ما خیلی به کار برد. نکته سوم این که در مورد حلقه وین اشاره فرمودید، این که مثلا خود راسل کتاب به سجل تاریخ فلسفه می‌نویسه ولی حتی یک صفحه هم در مورد هایدگر بحث نمی‌کنه، این باز نشون میده که هایدگر یک فیلسوفی است که هم طرفداران خیلی پر شوری داره و هم مخالفان به شدت تندی، و این هم نشون میده که فاصله و شکاف و نقاری که بین فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای هست به روایت هایدگر در اثر راسل چجوری خودش رو نشون میده، که به حتی ارزش پرداختن به یک صفحه هم نداره در تاریخ فلسفه غرب راسل. نکته چهارم، در جلسه اول به ریشه های تفکر هایدگر که اشاره کردید، میدونید اینو در لیترچر میگن که در واقع فلسفه هگل دو خانش چپ و راست داره، یکی چپش که میشه مارکسیز و مارک، راستش هم که میشه فاشیز، و بعضی هم گفتن هایدگر هگلیست به این معنا. سوال هم شاید این باشه در واقع که نظر شما در مورد نسبت هگل و هایدگر چیه؟ چون من خوندم آثاری رو که اشاره میکنن در بعضی از مسائل هایدگر در واقع به شدت هگلیست، و اگر این خانش رو هم بپذیریم که فلسفه فاشیست یا در واقع اون نگاه ناسیونال در واقع به فلسفه که در فاشیست خودش نشون میده خانش راست از فلسفه هگل و هایدگر هم به نوعی کانتریبیوت کرده در این خانش، از این منظر شما چقدر هایدگر رو هگلی میبینید و تأثیر هگل رو در واقع در هایدگر چطور تحلیل میکنید؟ مرسی. بله، ممنونم از نکته سنجی های خوبی که احسان جان کردید. راجع به لوکاچ، خب یه در واقع ملاحظه ای بود، من هم توجه دارم و میدانم در فضای فلسفه فرانسوی زبان در دهه های منتهی به قرن بیستم و خصوصا در یکی دو دهه پس از نیمه قرن بیستم، بله، این مواضع تند رو برخی از چپ های نو، لوکاچ همطور که میدونید یه مارکسیست نو مارکسیسته و هیچ با استالینیزم بر سر مهر نیست و دموکرات، و از همین منظر هم بله نقدهای تندی بر هایدگر زده است و دیگران هم همینطوره. راجع به حلقه وین هم بگم تا بعد به اون دو نکته عرض می شود که بسته بیشتری نیاز دارن برسیم. راجع به حلقه وین هم کاملا و آنچه که از راسل گفتید و موافقم، یعنی من کوشیدم توضیح بدهم که حالا به راسل و تاریخ فلسفه غربش از قضا یادداشت کرده بودم نرسیدم و فراموش کردم بگم، خوب شد شما یادآوری کردید. بعد این نقار رو یا این تلخی رو میبینیم و چنان که گفتم بیشتر متعلق به نیمه اول قرن بیستمه و در دل اون فضای دو جنگ جهانی و بعد اون فلسفه آنگلو ساکسونی که به توضیحی که عرض کردم علم محور و به علوم تجربی جدید گشوده است در برابر فلسفه قاره‌ای. خب ببینید چه حالا کیرکگارد که پدر فلسفه قاره‌ای باشه، چه خود هایدگر، اینا همه تعلیمات کشیشی و کلیسایی هم داشتن دیگه، یعنی با علوم دینی هم آشنا بودن، علوم جدید رو نمیدانستن چندان. هگل هم همینطور در قیاس با این سنت و خصوصا نیمه اول قرن بیستم. این بود به انضمام تفاوت‌های سیاسی اجتماعی که ذکر کردم و این نقار شکل گرفته بود. بله، کارنپ و راسل و پوپر و پاره دیگر از اعضا حلقه وین یه طرف، این طرف هم سنت آلمانی قاره‌ای که خب هم با علم جدید چندان آشنایی نیست نداشت، مشخصا هایدگر، و بعد هم عرض می شود که در باب مسائل سیاسی هم اینچنین اتخاذ موضع می کرد. حالا من برام چی که شما ذکر کردید یه نکته هم نام راسل به میان آمد اضافه کنم، و اون طنز ظریف راسلی که در باب دیگر فیلسوف که شما نام بردید در کتاب تاریخ فلسفهش آورده است، یعنی هگل. خب راسل میدانید هم فیلسوف بود، هم سیاست مدار بود یا سیاست پیشه، هم اسیست بود، آدم توانمندی بود خیلی، و من روزگاری که در انگلستان تحصیل میکردیم پاری از کارهاش رو به درس ما باید میخوندیم، برخی مقالات کلاسیک داره در تاریخ فلسفی تحلیلی و کتاب پرینکیپیا ماتماتیکا رو که به همراه وایت هد نوشتن
و مقالاتی مثل آن دی نوتینگ در باب دلالت، اینا همه مقالات کلاسیکه. کاری به بلوغ روانیش ندارم که از یه جا به بعد تشخیص داد و کاروبار فلسفی رو کنار گذاشت و رفت به سر وقت ادبیات و سیاست و دلمشغولی های از آن دست. وقتی که دید جوانترهایی به تعبیر او به صحنه آمده اند که تازه نفسند و احیانا از او جدیتر، مشخصا ویتگنشتاین رو مطمئن نظر داشت و گذاشت کنار اون کاروبار. اما تاریخ فلسفه غرب او که اتفاقا مرحوم نجف دریابندری که اخیرا از میان ما رهبر بست و به دیار باقی شتافت این کتاب رو ترجمه کرده ام، من ترجمه ایشان رو خوانده ام. بعدها شنیدم که خب یه مشکلاتی، نمیدانم در چه سطحیه، اتفاقا پس از وفات ایشون دیدم چند نفر نوشته بودن در ترجمه ایشان هست، اما به هر حال آنچه که بود و هست فارسی روانی داره. من این یکی رو انگلیسیش رو ندیدم. باری یک طنزی که او راجع به هگل گفته است رو خوش دارم بگم، در مقام زاویه‌ای که به تعبیر احسان جان خب و نقاری که اینها با فلسفه قاره آلمانی داشتن. راجع به هگل میگه که وقتی که به اون میرسه، من لب مطلب رو میگم، میگه که دو تا خصوصیت داشت فلسفه هگل که شایان ذکره. یکی این که همه نکاتی که یا اکثر نکاتی که او آورده بود بدیع ناولتی داره، از بداعتی برخورداره، و دوم هم این که آنچه که گفته متقنه، صحیحه، موجهه. خب دیگه از این بهتر چی میخواید شما؟ یه فیلسوفی که مکتب تازه آورده باشه، سخنان بدیعی گفته باشه که هم بدیع باشه، سخنانی گفته باشه که هم بدیع باشه و هم موجه و متقن. بعد راسل میگه که اما با یه قیدی، با اون قید که اونایی که بدیع متقن و صحیح نیست و اونایی که متقن و صحیح بدیع نیست. یعنی با این طنزی که در کلام می آورد کل پنبه فلسفی اون رو می زنه. می خواد بگه اون بخشایی که درسته که حرفای خودش نیست، اون بخشایی هم که حرفای خودشه که باطل است و راهی به جای نمی بره. حالا چون ذکری از راسل به میان آمد و تاریخ فلسفی غرب او، گفتم که کیسه که او بر تن هگل کشیده است رو با دوستان هم در میان بنهید. و اما جناب هاندی کوربن، شما درست میگید، حالا من چه نوبتی پیشین چه امروز ذکری از او به میان نیاوردم، دو تا ملاحظه دارم در این باب. یکی این که خب هاندی کوربن بله اولین معرف هایدگر به فرانسوی زبانان، در میان ما هم همونطور که شما میدانید قبل از ایران، قبل از ببخشید انقلاب هم ایران میآمد و پاره از متفکرهای معاصر ما برکشیده های کوربن هست. مشخصاً شما داریوش شایگان رو ببینید، یا حالا کسانی که از شهرت کمتری برخوردارن و کار قلمی نکرده اند چندان، اما خب در عرصه فلسفه و تئوزوفی به اصطلاح در ایران معاصر صاحب نامن، آقای دکتر اعوانی رئیس ما هنگامی که در انجمن حکمت فلسفه بودیم، اینا خیلی تحت تأثیر کوربن، هانی کوربن، که خب ایران هم آمده بود با مرحوم آقای طباطبایی، علامه هم میدانید جلساتی داشت با حضور سید حسین نصر و گفتگوهایی با هم میکردند. من اتفاقا حالا اونقدر که میفهمم و دیدم روایت کوربن از هایدگر و اون نحوهی که او میپوشه اینها رو، حالا مشخصا با میراث فلسفی ما و خصوصا سهروردی، من بیشتر اون رو یعنی از جنس تئوزوفی میدانم، یعنی یه جور تفلسفی که خب توأم با ذوق ورزی های عرفانی، به همین خاطر هم سمت سهروردی هم تو که میدونی کشیده شده است و تتبعات گرانسنگی هم راجع به او کرده است. نمیدانم تا چه میزان در بست و نشر هایدگر پژوهی در ایران مؤثر بوده، و بعد چون من هایدگر رو عرفانی نمیخوانم به اون معنایی که پاره از اصحاب فردی یا برخی از کسانی که ذوق عرفانی دارن به اون معنای عرفان مصطلح نمیخوانم هایدگر رو، آنچنان به همین خاطر عرض میشود که خب از کوربن هم عرض میشود در این باب تأثیر نگرفتم. البته باید نامش رو ذکر میکردم، خوب شد آوردید، اما چون خیلی میستیکال خونده حالا چه هایدگر رو و اصلا به این بخش از سنت ما هم علاقه منده، حالا من هایدگر رو کاری ندارم، اینکه آمده و یعنی به تعبیر دیگه اینجوری بذارید بگم، از پروژه بینگ اند تایم هایدگری کوربن فاصله میگیره، چون سهروردی هم یه متافیزیسیانه،
یعنی آمده و به یه امور پرداخته که در وهله نخست در راستای پروژه هایدگر نیست. اشکالی هم نداره، هر کسی کار خودش رو میکنه، اما در چشم هایدگر همونطور که گفتم ابن عربی یه متافیزیسیانه، سهروردی هم یه متافیزیسیانه و کوربن این رو خیلی برجسته کرده و ادهی هم مثل دکتر دینا ببخشید دکتر اعوانی که گفتم و برخی دیگه از شاگردان او به این از این حیث و از این منظر خیلی تحت تأثیر کوربن بودن در باب زحماتی که او کشیده و نقشی که داشته در معرفی سنت اشراقی عرفانی ما به مغرب زمینیان، هم البته باید قدردان او بود و زحمات او رو پاس داشت. اما به هر حال نگاه من به کوربن و علایق او و اینکه من هایدگر رو عرفانی به اون معنای مصطلح نمیخوانم رو هم خواستم ذکر کنم. خب چون ممکنه پرسش های دیگه هم باشه، به اختصار من اون پرسش آخرتون رو هم پاسخ بدهم. من هگل رو خیلی نخوندم، اطلاعاتم راجع به هگل متعارفه، حالا چه هایدگر رو چه دیگر فیلسوفانی رو که درباره شون درس گفتار برگزار کردم یا کاراشون رو خواندم در دوران تحصیل و دوران تدریس، خب آشناترم. یک کورس عمومی راجع به هگل داشتیم و پاره از آثاری که در باب او نوشته شده است. به همین خاطر من داوری جامع الاطراف نمیتوانم بکنم، اما قصه تاریخیت رو، حالا اشاره کردید به قصه زمان و کلن نگاه پدیدارشناختی که بر هیستوریسیتی به معنای تأکید میکنه و بعد بر خلاف کانت که مقولات فاهمه‌اش همه انتزاعی بودن، زمان وارد تاریخ میشه در فلسفه هگل چنان که میدانید و دیگر مقولات فاهمه، حالا از زمان که صوری پیشینی شهوده، نه مقولات فاهمه اینا همشون تاریخی میشن، حالا تعبیر وارد تاریخ میشه قدری تعبیر نادقیقی بود، اصلاح کنم این تعبیر، مقولات فاهمه کانتی کاتگوریز همه هیستوریکال میشن در نظام هگلی، زمان هم که در زمره صوری پیشینی شهوده. به این معنا و اندراج مفهوم تاریخیت و پس زدن ابستراکت تینکینگ که خب در کار کانت پررنگه، به یه معنا و تا این میزان من میتونم بفهمم که هایدگر تحت تأثیر هگله و به این معنا تاریخیت در کار او و پدیدارشناسی درش مؤثر افتاده است. بیش از اون رو خب باید تأمل بیشتری کرد و عرض میشود که منابع دیگر رو هم دید. خب عرض میشود که مسعود جان شما میخواید نکته ای دارید بگید؟ صدات بد میاد، ما متوجه نمیشه. آره نه صدای شما خیلی الان صدای احسان جان روشن میومد، لطفا دوباره بگو. بخوای آها الان خوب شد. الان چی؟ بله بله عالی شد عالی شد. میگم به بریا مگی با اشاره به کتاب هستی و زمان و این که هایدگر از آن جهت مهمترین اثر هستی خود را زمان نامیده است، چون به این نتیجه رسید که هستی زمان است، زمان متجسد و زمان عینیت یافته است. مگی میگوید از این رهگذر میفهمیم که چرا این فلسفه نفوذی چنان نیرومند در الهیات مسیحی داشته. با توجه به این نتیجه گیری مگی از فلسفه هایدگر و نفوذی که بر الهیات مسیحی داشته، سوال من اینه که میتونیم بگوییم همین نسبت هایدگر در نواندیشی اسلامی نیز تأثیر نفوذ داشته یا نه؟ همین. بله ممنونم، به دقت شنیدم
نکته شما رو و نقل قولی که از برایان مگی کردید. غالباً شما ناظر به نواندیشی اسلامی و نواندیشی دینی ایران معاصر میگید. اگه مرادتون سنت شناخته شده تاریخیه که در ایران معاصر با محمد نخشب در اوائل سده کنونی آغاز میشه و تا امروز که ما آخرین سال سده کنونی شمسی رو سپری میکنیم، چندان نه حقیقتش در سنت نواندیشی دینی. البته شریعتی اشاراتی به هایدگر کرده، اما نمیدانم چقدر آشنا بوده با او، آثارش این رو به ما نمیگه. و دیگر نواندیشان دینی هم چندان تحت تأثیر او نبودند. حالا از می شود عبدالکریم سروش سراغ بگیریم یا مجتهد شبستری. آقای ملکیان حالا تا کجا ایستاده باشند، به هر حال دوره‌ای که متعلق به این نهله بودند، شاید اون اوائل که التفات عنایتی نداشتند، شاید در سالیان اخیر در پرتو یک دو دهه اخیر در پرتو توجه به فلسفه قاره‌ای و مسائل اگزیستنشیل به هایدگر هم توجهات و تفتناتی کردند به این معنا. و من در کارهای دیگران ندیدم. خودم هم به عنوان عضو خردی از این نهله بزرگ، خب در کتاب فلسفه لاجوردی سپهری که انشالله به وقتش وقتی به هایدگر متأخر برسیم خواهم آورد، یا در سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن، مقالات دهگانه، چند جا اشاراتی به هایدگر کرده ام. من هم چند سالی توجه هم به او جلب شده، نمیگم در شکلگیری نظام معرفتیم در تکونش دست کم نقش مهمی داشته است، اما هرچه که پیشتر آمده ام اخگرها و بارقه های فکری او رو جدی یافتم و مهمترین دلیلش برگزاری همین دوره است. و در کتاب فلسفه لاجوردی سپهری آبی دریای بیکران از حیثی به پاری از مفاهیم و عرض می شود که ایده های او پرداختم. در این حال خب به وقتش در ادامه خواهم گفت، به هر حال من با علم جدید همطور که میدونید خیلی بر سر مهرم، همچنان خود رو مدرنیست میدونم و به رغم اینکه مسئله هایدگر در نایلیزم رو میفهمم، اما خب اون طعنهایی که اینا در نظام عصر روشنگری زده اند رو خب با امثال هایدگر از این حیث هم داستان نیستم و به هر حال اینجاها خیلی هابرماس و دیگرانی که مدرنیته رو پروژه ناتمام میدانن موافقم، چنان که در آثارم هم آمده است. باری به هر حال اما این بخش از او رو حالا چون اشاره فرمودید من دیدم. آرش نراقی هم دیگر عضو خانواده نواندیشی دینی، دیدم اشاراتی به هایدگر میکنه از همین منظر هایدگر متأخر، در پاره از کارهای ایشون و سخنانشون دیدم و خودم هم اشاره کردم از ایشون هم که در گذریم. حالا در ایران معاصر نه دیگه، در سنت نواندیشی دینی نه. اتفاقا الان تمام بشه چه شما بگید. اتفاقا آقای عبدالکریمی دوست ما که خب یکی از هایدگر پژوهان هم هستن در داخل، من هفته پیشم اشاره به کتاب هایدگر و اصطلاحیشون کردم، اتفاقا ایشون که در زمره از جمله منتقدان نواندیشی دینیه خیلی هایدگر رو در کار آورده است و وام کرده به تعبیر خود ایشون که نقد تفکر تئولوژیک بکنه و از هایدگر استفاده میکنه برای نقد نواندیشی دینی. یعنی ایشان که از اون طرف داره از ابزار و ادوات و مفاهیم هایدگری استفاده میکنه. من با نقد ایشون البته هم داستان نیستم، اما خب میفهمم که او تحت تأثیر هایدگر است چنان که خود ایشان میگویند و تفکر تئولوژیک رو که مشخصه نواندیشی دینی میداند و ناموجه، این رو از منظر هایدگری تقریبا صورت بندی میکنه. اینو هم خواستم اضافه کنم که از آن سو بوده است، در حین اینکه در نسل متأخر نواندیشی دینی که اشاره کردم چرا تأثیراتی از هایدگر دیده میشه در روایتی که آمد. احسان جان بفرمایید. من یه نکته در مورد آقای مسعود بگم. اگر ما آقای مشتری شبستری خیلی تحت تاثیر شلایماخره و شلایماخر شاگرد هایدگر بوده و هرمنوتیک فلسفی هایدگر رو وارد هرمنوتیک الهیاتی کرده، یعنی از هرمنوتیک فلسفی هایدگر استفاده کرده در فهم الهیات و متن مقدس، شاید با واسطه شلایماخر بتونیم بگیم آقای مشتری شبستری تحت تاثیر هایدگره. همین. بله.
آره نکته خوبی گفتید، یعنی کلا خب تحت تاثیر الهیات مسیحیه که خب خیلیش در آلمان شکل گرفته و بله همینطوره، هایدگر هم با یه واسطه تحت تاثیر او هست جناب مجتهد شبستری. یعنی در هرمتیک ما تحت تاثیر قرار گرفتیم از رهگذر شلایماخر دیگه در واقع. حالا من ایشالا خواهم گفت، حالا اینکه احسان جان میگه آی شبستری و کلن مباحثی که در دهه 70 مثل کتاب هرمنوتیک، کتاب سنت ایشون و دیگران پدید آمد، خب همان هرمنوتیک تاریخیه. اون چرخش هرمنوتیکی که هایدگر متأخر میگه، نمیدانم آی شبستری تا چه میزان تحت تاثیر اون هستن، بیشتر تحت تاثیر اون روایت‌های اولیه از هرمنوتیکه که خب شلایماخر و دیگران و اینکه چگونه ما مواجه بشیم با متن در زمینه و زمانه کنونی. و یادم یه کار نیکویی که ایشون از این حیث انجام دادن و من اون ایام ایران بودم، خود ما اون سخنرانی رو برشون در مؤسسه معرفت پژوهش برگزار کردیم، سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرن که کاملا مبتنی بود بر الهیت مسیحی و اونجا به تفصیل راجع به روایت شلایماخری که موضع خود ایشون بود علاوه بر دو روایت دیگه سخن گفتن، روایت بولتمان و دیگران. مرادم اینه که تحت تأثیر اون هستن، اما از این حیث که خب ایشون دغدغه‌های وجودی داره و به هر حال مسئله های الهیاتی براش پررنگه، مع الواسطه شاید بشه این تعبیر رو به کار برد، اما در باب چرخش هرمنوتیکی که هایدگر میگه بعدها سخن خواهی میگفت، من از آن نشانی در آثار جناب شبستری من ندیدم. دکتر چون الان بحث اینجا هست، من تو چیز ابو نصر تو بنای متن تحت تاثیر نیست اونجا، چون من به خاطر همین کلاس یه نگاهی به اون کتاب مینداختم دوباره یاد داشته بله. اونجا حس کردم که بی ربط نیست. یاد حالا بعد دوباره تأمل کنم، من چند سال پیش اون کتاب رو خوانده ام، او بیشتر از منظر سنت نقد ادبی آمده به سر وقت متن و همون مفهوم و نص که به هر حال هم در میان اعراب مسبوق به سابقه است، یعنی عرب ها در دوران معاصر، و بیشتر سطح پست مدرنیستی داره. نمیدانم چقدر تحت تأثیر هایدگر بوده، اما به هر حال اینکه توی فضای پست مدرنیستی به سر وقت متن رفته و از زمینه و زمان مند کردن متن سخن گفته که میدانید خب منتج شد و منجر شد به تکبیر او توسط الازهر، به هر حال تحت تأثیر هرمنوتیک بوده است، علم هرمنوتیک. اما باز اینکه تحت تأثیر چرخش هرمنوتیکی به روایت هایدگر بوده نمیدانم، قدری تأمل و تردید دارم در این. باش ممنون. خب ممنونم خانم دکتر، شما ملاحظه دارید بفرمایید. حسین جان و دیگر نه آقای دکتر خیلی استفاده کردم، نظر خاصی ندارم، دستتون درد نکنه، سلامت باشید. بله خب حسین جان، شما آقا فرزین، رها خانم، دیگه هر کسی میخواد آن میوت کنه لطفا و ملاحظاتشو در میون بنه. دکتر شما. من که سوالی ندارم، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم، ممنون. علامت باشید. بله رها خانم شما چطور؟ خیلی متشکر، سپاسگزار، استفاده کردم، سوالی ندارم، خیلی متشکر، سلامت باشید. مژگان خانم شما مگه نکته‌ای هست بفرمایید، ما البته دو مژگان داریم، حالا شما اول بفرمایید. بله زنده باشین آقای دکتر. نه من هم همچنان مشتاق هستم که جلسات آتی از راه برسه و بیشتر به مفهوم سوژه و بودن در جهان بیشتر بپردازیم و خیلی مایل هستم که بیشتر با این مفهوم آشنا بشم، یعنی با خود مفهوم سوژه و یعنی اون دوگانه سوژه ابژه و تفاوتش بله. با بودن در جهان. بله دقیقاً. چون یه مقداری از زمین هم تو هفته آینده کنید بیشتر در این باره بخونم. الان کجاش مبهمه براتون بپرسید، حالا شاید الان یه توضیحی بدم، هفته آتی هم بیشتر توضیح میدم. این مسئله بودن در جهانش، من که شما با هم مقایسه کردین هایدگر و دکارتو، من و مثال هایی که زدین سعی کردم خب خیلی بهش دقت کنم، مثلا کتاب رو هم مثال زدید و بیشتر مایل هستم که خیلی یه خود این برای من نامفهوم بوده، دوست دارم بیشتر در موردش بفهمم که به چه صورت هست.
بله اتفاقا الان یعنی نکته‌ای که گفتید قابل فهمه. یه مقدار ابتداعا خب اینا وقتی بدیع باشه برای فرد در وهله نخست اونس گرفتن با اینها قدری زمان میبره. خب مزامین ابسترکت انتزاعیه و آدم باید راجبش فکر بکنه. ببینید فقط این مقدار بگم که جهت فهم بهتر، انگار ما دو تا پارادایم داریم. یعنی تو دل اون پارادایم دکارتی تعامل ما با جهان از طریق مفاهیم و تصوراته و انگار یه فاصله و شکاف پرنشدنی میان من سوژه، من فاعل شناسایی با جهانی پیرامون وجود داره. این شکاف پر نمیشه هیچگاه و همیشه به مثل این کتاب که الان شما میبینید، این باید به مثابه یه اوبژه در بیاد، یا این ساعت، این مادامی که من این رو به مثابه اوبژه ندیده ام، یعنی آنچه که متعلق آگاهی و شناسایی من قرار بگیرد، ارتباط معرفتی من با این شکل نمیگیره. این یه پارادایمه، یه جور نگاه کردن به امور در جهان است. یه وقت هم هست که من چه در اون مثال چکش که در مثال این ساعت، ارتباطم با این، یعنی ارتباطم با جهانی پیرامون، ابتداعا یه ارتباط اگزیستانسیه، یا بگیم از آن حیث که من با این امر به مثابه یه موجودی در اداد دیگر موجودات ارتباط برقرار میکنم. توجه دارید؟ حالا راجع به زمان و تعابیری که گفتم در انتهای عرایزم نوبت آتی و نوبت آتی بیشتر بحث میکنیم که اصلا زمان رو چگونه میدید هایدگر و نسبتش با همین بیینگ و وجود یا موجودات پیرامونی چه بود. اما به هر حال این دو تا پارادایم رو، یعنی توجه به اینها، خب واقعا یه پارادایم شیفته دیگه. یعنی شما دو گونه نگاه میکنید، یه وقت از در ذیل سوژه و ابژه به جهان نگاه میکنید و ارتباط ما با جهان پیرامون رو، اما در واقع هایدگر سخنش اینه که نه، وجود شناسی مقدمه بر معرفت شناسی، برخلاف آنچه که در سنت دکارتی طرح شده است. در واقع دیدگاه متفاوته. بله، دو تا پارادایمه. ما ارتباطمون با جهان در وهله نخست، بازم تأکید میکنم، در وهله نخست یه ارتباط معرفتی نیست، یه ارتباط وجودیه. این ارتباطی که اومد بعداً از میشود بیلداپ میشه چیزای دیگه بالا. حالا امیدوارم نوبت آتی روشن‌تر بشه. بله، سلامت باشید. خب حسین جان، شما هم نکته‌ای دارید؟ اگر هستید، نمیدانم، شاید رفتن. یا دیگر عزیزان، جناب ابریشمکار، شما ملاحظه‌ای هست بفرمایید. خب خیر، استفاده کردیم آقای دکتر، سپاسگزارم. باشید. خب ظاهرا حسین جانم نمی‌بینم ایشون، یا شاید هم رفتن. نیستن آقای دکتر. نیستن. بله خیلی. اگر نکته دیگری نیست، من ممنونم از عزیزان. نوبت آتی بحث رو پی میگیریم و چنان که وعده کردم انشاءالله این دو مفهوم رو بستی بیشتری میدهم و رفته رفته به مفهوم زمان هم میپردازیم، به روایت هایدگر که خب از مزامین و مقولات مهم کتاب بینگ اند تایم. ممنونم از دوستان و بابت حوصله‌ای که کردند. تا نوبت آتی عزیزان رو به خدا می سپارم.